دیدار عاجل و تکان دهنده امیر محمد اسماعیل خان با علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. فرمانده پنشیری تاجک در صفحه رسمی خود می نویسد سارنوال علی. منبع: اسماعیل خان در دیدار با علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور در باره اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. برخی از کشورها از اسماعیل خان درخواست کردند که رهبری مقاومت را به دوش بگیرد. تاکنون این خبر از سوی منابع رسمی تایید و یا رد نشده است. این در حال اتفاق میافتد که کتاب فروشی در جادههای هرات تقلای کتاب فروشان در برابر ارزش بازار کتاب. کتاب فروشان در شهر هرات به فروش کتاب در جادههای این شهر رو آوردند. اما میگویند که در کتاب فروشی فروشات ندارند و با توجه به کرایه بلند دکان و مالیات سنگین این کار نمیصرفد. ابراهیم یکی از فروشندگان کتاب در هرات میگوید که کتاب ها را در جادهها نسبت به دکانها به بهای کمتر نیز میفروشند. او به خبرنگار روزنامه ادلات روز گفت که کتاب ها به کتاب خانه های ما فروشات ندارند و اصلا مردم کتاب نمی خوانند و علاقه شان نسبت به کتاب کم شده است. کرایه دکان ها بلند و مالیات سنگین است و نمی صرفد. اینجا نیست و نسبت به دکان فروشان کوری داریم و ما می صرفد. ابراهیم در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به فروش کتاب می پردازد و می گوید که روزانه 10 تا 15 جلد کتاب می فروشد. احمد از دیگر از فروشندگان کتاب است که در موقعیت چوک گلها و سینمای شهر هرات سرگرم فروش کتاب است. او نیز می گوید که روزانه تا 30 جلد کتاب می فروشد و نسبت به دکان فروشاتش بیشتر شده است. فروشندگان کتاب در جاده های هرات از طالبان می خواهند که از آنان حمایت کنند و موقعیت بیشتری را در اختیار کتاب فروشان قرار دهند. فروش کتاب در جاده ها با استقبال برخی از سکنان هرات نیز روبرو شده است. نسیر احمد سعیدی یکی از دانشجویان دانشگاه می گوید که کتاب های مورد نیازش را از این کتاب فروشان با قیمت نسبتا کمتر خریداری می کند. نصیر احمد سعیدی میگوید که این اقدام میتواند مردم را به مطالعه تشویق کند و از طرفی متقاضیان کتاب میتوانند کتابهای مورد نیازشان را به قیمت کمتر خرید کنند. کتاب فروشان میگویند که با توجه سیاسی در کشور بازار کارشان با رکود مواجه شده است. حکومت طالبان هم کتاب فروشی ها را بررسی میکند و فروش برخی از کتاب ها را نیز منع کرده اند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر. بدرود. اوقات خوش داشته باشین.